سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز آلای های گل. احسان گودرزی هستم، دبیر شیمی، و این توفیق نصیب بنده شده با 0 تا 100 شیمی دهم در خدمت شما باشم. در این مجموعه تمام 3 فصل شیمی دهم رو ما بررسی می‌کنیم، تمام ریز مباحث رو استخراج می‌کنیم. در اون جزوه‌مون اومدیم تمام نکات رو وارد کردیم و یک جزوه کامل و کافی رو در خدمت شما ارائه دادیم. در پایان هر درس یک تعداد تمرین جهت تثبیت اون درس و تثبیت اون جلسه ارائه شده و در انتها سعی کردیم که حدود شاید بالغ بر 1000 تست از یکی از کتاب‌های بسیار معتبر موجود در بازار رو برای شما حل کنیم. علاوه بر اون در این جلسه من می‌خوام شیوه پیشنهادی مطالعه برای مجموعه‌ای که ضبط کردم رو خدمت شما ارائه بدم. شیوه‌ای که فکر می‌کنم با استفاده از اون شما بهتر می‌تونید شیمی رو یاد بگیرید، تثبیت کنید و روند رو به رشد داشته باشید. همونطور که میدونید شیمی دهم 3 فصل داره. فصل اول کیهان زادگاه الفبای هستی. این فصل یه سری ریز مباحث بسیار بسیار مهم داره. جایی که از شناخت عناصر و تشکیل عناصر شروع میشه، در مورد تبدیل جرم به انرژی صحبت میکنه، میاد جلوتر در مورد ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها و رادیو ایزوتوپ ها، محاسبه جرم اتم، در مورد مفهوم بسیار بسیار مهم مول صحبت میکنه و در مورد استوکیومتری فرمولی کار رو پیش میبره تا آرایش الکترونی، در مورد یونها و مولکولها و پیوند کووالانسی و الاخر. ولی کار همینجا تموم نمیشه، میرسیم به فصل دوم، فصلی که شاید حتی مهمتر از فصل اول باشه. البته اولش خیلی این فصل فصل سختی نیست، جایی که در مورد هواکره، اجزای اون و در اصل گازهای تشکیل دهنده اون شروع میشه، اومده در مورد اونها کاربردهایی گفته، ولی وقتی به اکسیژن میرسه کار رو پیش میبره رو به جلو، جایی که اکسیژن یه گاز بسیار واکنش پذیره، در مورد اون کاملا صحبت میکنه، با استفاده از اکسیژن در مورد واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم صحبت میکنه، در مورد موازنه صحبت میکنه، پیش میبره تا به استوکیومتری واکنشی میرسه، در مورد قوانین گازهای بسیار مهم، جایی که یه ذره مشترک با فیزیک، در مورد اون صحبت میکنه. و فصل سوم، فصلی که شاید ظاهراً طبق جمله‌ای که میبینید در مورد آبه، ولی باطنی بسیار بسیار مهم داره، چون میخواد در مورد محلول‌ها صحبت کنه، چون آب یک حلال بسیار بسیار مهمه. در مورد محلول‌ها، غلظت محلول‌ها، انحلال پذیری میاد صحبت میکنه و هر کدام از اینها رو کاملاً بست میده. در مورد عامل انحلال میاد صحبت میکنه، اینکه چه ماده‌ای در چه ماده‌ای میتواند حل شود یا عامل این انحلال چیه. ما سعی کردیم تمام این مواردی که خدمتتون عرض کردم کاملاً به تفصیل بیایم بررسی کنیم و داخل جزوه‌ای که یکی از موارد مجموعه ماست خدمت شما ارائه بدیم. جزوه کامل شیمی دهم به تفکیک حرف است. هر کدوم از این جزوه ها، یعنی هر کدوم از فصل های ما، اومده تقسیم بندی شده در دروس مختلف، یعنی در جلسه اول، جلسه دوم، هر درسی با در از سرفصل خودش ارائه شده. در پایان هر درس ما یه سری تمرین داریم، تمرین های جهت جمع‌بندی و تثبیت، که شما در جلوتر میگم استفاده از این تمرین ها به چه شکلی باید توسط شما باشه و چی کار کنید که این امر آموزش به خوبی محقق بشه. پس به این تمرین ها هم دقت کنید. سعی کردم که این تمرین ها رو تمرین هایی شاید مرحله‌ای یا تکمیل کننده امر آموزش قرار بدم. یعنی چی؟ یعنی هدفم فقط مرور نیست، هدفم اینه که شاید حتی بعضی موقعی سه نکات جدید خدمتتون ارائه بدم. پس از این تمرین ها نباید غافل شد. و در انتها جایی که شاید تکمیل کننده به حق دو مورد بالاست، حل بیش از 1000 تست، 1000 تست استاندارد از یکی از کتاب‌های بسیار خوب، حالا اسم نمیبرم جهت اون موارد تبلیغی، ولی از یکی از کتاب‌های بسیار خوب بیش از بالغ بر 1000 تست ما می‌خوایم حل کنیم. دوستان این دوتا قطعاً امر آموزشه، یعنی شما اگه می‌خواید درس رو یاد بگیری باید حتماً به این دوتا توجه کنی، ولی اینجا میتونه
آموزشی مهارتی باشه، همونطور که اینجا برات نوشتم، برای دانش آموزای دهم. یه دانش آموز دهمی که میخواد این دوتا رو تکمیل کنه حتما باید این تستا رو هم بزنه. ولی دانش آموزای پایه دوازدهم هم میتونه از این مجموعه ما استفاده کنن. به چه شکل؟ دانش آموز وقت نداره بیاد اینها رو دیگه نگاه کنه. من سعی کردم در خلال حل این در از تست ها تمام نکات تستی رو یا نکات موجود در کتاب درسی رو در حل هر تست ارائه بدم و در از شما به این شیوه میتونید یک مرور کامل و جامع روی کتاب درسی داشته باشید. نوشتم مهارتیه برای بچه‌های دوازدهم، یعنی با این روش میتونن سرعت عملشون رو هم در حل تست‌ها افزایش بدن. ولی در انتها چیزی که من میخوام خدمتتون ارائه بدم برای اینکه بتونیم بهتر و کاملتر از این مجموعه استفاده کنیم، روش استفاده البته پیشنهادی توسط من از این مجموعه. شما میتونید هر جوری که دلتون میخواد از این مجموعه استفاده کنید، ولی من پیشنهاد میکنم قدم اولتون این باشه، یه پیش مطالعه داشته باشید قبل از اینکه بیاین فیلم رو نگاه کنید. در حد شاید 10 دقیقه یک ربع در حد روخانی مفاهیم کتاب درسی. کتاب درسی در شیمی بسیار بسیار مهمه دوستان، هیچ وقت ازش غافل نشید. پس با استفاده از پیش مطالعه ما میتونیم یک نگاه کلی در مورد کتاب داشته باشیم. بعد از اون میریم سمت مشاهده فیلم، همون تدریسی که بنده خدمتتون ارائه دادم رو مشاهده کنید تا بتونید نکات رو کامل یاد بگیرید. اگر چیزی از چشمتون جا مونده یا در رفته اونها رو دوباره تو ذهن بسپارید، به ذهن به چشمتون بیاد و الی آخر. اینجا فیلم رو باید پاس کنی شما. من قطعا در انتهای فیلم، یعنی انتهای تدریسم، میرم سمت حل تمرین، ولی شما فیلم رو پاس کن. بیا خود تمرین های هر جلسه و انتهای هر جلسه رو حل کن. 2 تا 3 تا 5 تا، حالا انتها نمیدونم چند تا، متفاوته. تمرین های انتهای هر جلسه رو سعی کن که حلشون کنی. وقتی تموم شد بیا تازه این تمرین هایی که ما حل کردیم رو مشاهده کن، ببین کجاها ایراد داشتی، کجاها اشکال داشتی. اگر جایی رو دیدی یادت رفته دوباره بازگشت بزن به مشاهده فیلم، ببین نکته‌ای که من خدمتتون ارائه داده بودم چی بوده و الی آخر. پس تا اینجا میشه این 2 بخشی که من خدمتتون تو این قسمت ارائه دادم. ولی مرحله بعدی که برای من مهمه اینجاست. گفتم این 1000 تا تست چه شکلی استفاده کنم این تست ها رو؟ آیا از اول بشینم هر تست رو حل کنم برم تست بعدی، یا نه بشینم کل حلی که من انجام دادم رو نگاه کنم؟ نه، من از شما این رو میخوام، بیا تست ها رو 10 تایی بسته بندی کن. نوشتم بسته های 10 تایی. مثلا تو یک مبحثی که ما درس دادیم، ما پایان هر جلسه یه سری تست ها رو حل کردیم، یعنی تست های مرتبط با اون جلسه رو حل کردیم. به تست ها حالا هر چند تایی که هست، 30 تاست، 40 تاست، 50 تاست، تو بسته های 10 تایی اونها رو تقسیم بندی کن. خودت یک انرژی بذار، تلاشی بکن اون تست ها رو حل کنی. اگر ایرادی اشکالی داری یه گوشه یادداشت کن، یه چک نویس بذار جلوت، هر سوالی که میتونی حل کن، سوال هایی که نمیتونی جلوشو خالی بذار. مثلا سوال 1 حل شده، سوال 2 مونده، الی آخر 10 تا تموم شد. وقتی 10 تا رو حل کردی، حالا بیا در از حلی که من انجام دادم از اون تست ها رو مشاهده کن و حتما برو پاسخنامه ای هم که کتاب ارائه داده مشاهده کن. شاید نکته ای هستش که من فکر کردم اینو چون چند بار ارائه دادم خدمت شما دیگه نیازی به بیان نداره و کتاب اومده اون رو بیان کرده، یا نه شاید کتاب یه سری مفاهیم رو نگفته، من اومدم اون نکات رو به نظرم مهمتر بوده یا جامع‌تر و کاملتر بوده ارائه دادم خدمتتون. پس حتما هم حلی که من انجام دادم رو نگاه کن، هم پاسخنامه رو مشاهده کن. تا اینجا اوکیه؟ و دوباره بسته 10 تایی 2، بسته 10 تایی 3، این روند رو ادامه بدی. وقتی این کار تموم شد میرسی اینجا، یعنی ایرادها و اشکالهایی که تو داشتی حلش رو دیدی، پاسخنامه خوندی، ولی ایراد داشتی اون سوالها، حالا میگه اون سوالها رو مجددن یه انرژی میذاری حلش میکنی. درست شد؟ پس دوباره سوالهایی که ایراد و اشکال داری رو مجددن حل میکنی. شاید بپرسی خب من حلش رو دیدم، پاسخنامهاش رو خوندم، به چه دردم میخوره؟ دوستان هممون این تجربه رو داریم، خیلی موقع یه مطلعی برامون توضیح داده میشه ولی بعد از شاید یه بازه زمانی حتی کوتاه 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت،
اون مطلب از ذهنمون میره. پس برای تثبیت اون مطلب دوباره باید بریم سراغش، باید بریم سوالهایی که مشکل داشتیم، تستهایی که غلط حل کردیم رو مجدداً حل کنیم. وقتی اونها رو حل کردیم و ایراد و اشکالی اگه دوباره داشتیم، فیلم رو دوباره مشاهده کردیم، پاسخنامه رو دوباره خوندیم، اینجا به انتهای کار در اثر رسیدیم. یعنی کلیت ماجرا، یه بررسی کلی رو فیلم داشتیم، تست ها رو زدیم و آخر کارمونه. دیگه مطمئن هستیم که این درس، این جلسه برای ما به پایان رسیده و اون رو یاد گرفتیم. این بررسی پایانی چیه؟ من پیشنهاد میکنم از همین قدم اول تا آخر سعی کن خودت یک خلاصه برداری انجام بدی. نوشتن همراه با گوش دادن، نکته برداری، مشاهده از جایی و نکته برداری، هر کدوم از روش های نکته برداری قطعا یک امر بسیار بسیار مهمه در پیشرفت آموزش. پس این نکته برداری رو بیخیالش نشو، نذارش کنار، بگو به دردم نمیخوره. خب من جزوه کاملش رو دارم. نه، خودت یه برگه برداری، نکته ها رو بنویس. شاید تو سوال ها یه نکته دیدی که ما تو جزوه نگفته بودیم، اون نکته رو هم یادداشت کن. و تو این قسمت آخر، یعنی بررسی پایانی، تمام اون نکات رو یک روخانی مجدد انجام بده. و حالا اگه بعداً هم بهش نیاز داشتی، خیلی راحت میتونی فقط اون نکات رو مشاهده کنی و مطلب رو تموم کنی. این کلیت ماجراییه که ما تو این فیلم خدمتتون ارائه میدیم. امیدوارم که تمام این موارد، تمام این پارامترهایی که خدمتتون عرض کردم براتون مفید فایده باشه و بتونم شما رو انشاءالله به نحو احسن به سمت موفقیت سوق بدم. البته این کار فقط توسط من نیست، قطعا اولین مرحله از امر آموزش در کلاس درسی و در منزل شما توسط اولیا و معلم محترمتون داره صورت میگیره. بعد میاد اینجا من و گروه آموزشی آلا شما رو کمک میکنیم، دوستانمون رو کمک میکنیم تا این امر آموزش رو به پایان برسونیم، به پایان خوش برسونیم. از اینکه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم و بریم به سمت کار اصلیمون، یعنی تدریس شیمی دهم، صفر تا صد شیمی دهم.